آمادی پسرم؟ سلام آقا میرعلی. سلام آهو. بله آقا جان. از نقره چه خبر؟ من چه میدانم آقا جان، چرا از من میپرسین؟ تو هنوز دلت برش نسوخته؟ نه آقا جان، من چیکار به آن دارم؟ من دلم به حال خودم میسوزه، نه در بیابان خوسم، نه خواب پریشان دینم. لا اله الا الله. سلام. سلام، چه خبر؟ همه چی مرتب. مهندس ما رو چیکار کردی؟ منظر دادم تمیز کرده، تحویلشم داد. بیدونم عیب ایرادی که نگرفت. اوجور که تو فکر کنی نی، بیشتر به فکر کارت اجور چیزن. بیریاب و کاری. حدس میزدم. خورد و خوراک چی آهو باید براش درست کنه؟ نه خودش کارش میکنه. البته منم حواسم هست. آقای پینیا شما حالتون چطوره؟ بد نیستم. خب با هم دل با. چرا نمیشینی؟ بینیشته آقا. وسیبه کردم. شکا دخترم، ممکنه یه دقیقه ما رو تنها بذاری؟ با بابات کار دارم. اشکانم با خود بردر ببر. البته اگه آقای پیرنیا موافق باشن. چی شده؟ خیره. اشکان بیا بریم. من نمیم. برو پسرم، برو. چشم. خیلی ممنون. من در خدمتم. باقی هم اینه که میخوام یکم دوروبرت خلوت کنم. خلوت کردی؟ بدون مقدمه. شکا دیگه هزار هزار ماشاءالله بزرگ شده. بیشتر از این دیگه نبای زیر ثبت نگرش داری. خودت بهتر میدونی ازدواج یک سنت الهیه. بذار ازدواج کنه بره پی کار زندگیش. این کار سه تا خاصیت داره. اول اینکه شوکا یک سر سامانی میگیره. دوم اینکه یک تنوعی در زندگی شما به وجود میاد. سوم اینکه یک عضو جدید به این خانواده اضافه میشه که همش نعمته. من مخالفتی ندارم. اون دوتا خاصیت اول بله حق با شماست، اما اون آخری تا کی باشه که خاصیت هم داشته باشه؟ پسر خانم دکتر باید پسر خوبی باشه. پدر مادرش که آدم های شایسته هستن. تا اونجایی که من سراغ گرفتم تحصیل کرده و با عرضم هست. ظاهرن شوکا هم تمایل به این ازدواج داره. عرض و تحصیلاتش به درد کی میخوره؟ اجنبی؟ اگه یه رگ تو وجودش باشه بر میگرده میاد تو مملکت خودش یک قدمی بر میداره. بچه من باید به درد من بخوره. برو اون ور دنیا بشه، چه میدانم، بهترین دکتر، بهترین مهندس، چه دردی از من دوا میشه. اگر من حقی به گردن دخترم دارم امیرعلی، یه شرط میذارم. شرطم اینه که اینجا، همه چی اینجا، اگرم نه که هیچ. کی گفته تو حق پدری نداری؟ داری. هم خدا و پیغمبر گفته، هم همه میگن. اما آخه بیجان روزگار یه جور دیگه شده. غرض اینه که آدم ها به درد بخورن. به درد کی؟ به درد بنده های خدا. اونجا با اونجا که نداره. داره امیرعلی، داره. بسیار خوب، بسیار خوب، داره. حالا چیکار بکنی؟ اگر شوکا موافق باشه، که البته نیست، من میگم انوش. انوش؟ انوش خودمان؟ جناب سروان؟ آره. ایرادی داره؟ نه. مگه قبلا صحبتی شده بود؟ به من گفته بود. خوب. جواب خانم دکتر میخوای چی بدی؟ جوابش با شما. شما از طرف من وکیل.
آهو. بله خانم جان. دایی و بابا چی میگن به هم؟ نمیدانم. خیلی دوست دارم بدونم راجع به چی دارن حرف میزنن. میخواییم برم یه سر گوشی آب بدم بیام؟ میتونی؟ آره خانم جان، کاری نداره. دو تا چایی بر میدارم میبرم، بعد به حرفاشون گوش میدم. نمیخواد. هرچی شما بگی خانم جان. شوخا جان، دخترم. بله دایی. یه دقیقه بیا پایین کارت دارم. مار غلط میکنه. اگه مزدورم میرسید یه کاری میکردم. چی کار؟ شما رو بغل میکردم یه موقع میشتون نزنه. پدر سوخته شیطان، میخوای بغلت کنم ها؟ خونه دایی همه دلشون بر من میسوخت. چرا؟ همه میگفتن حیوانی زنده بغض کرده بود. خب مگه چی میگفتن؟ میگفتن حال شما خوب نیست. ببینم حال من خوب نیست؟ نمیدونم. من هیچ داریم نیست، مثل شاخ شمشادم. مار نباشه بابا. مار کجا بود پسرم؟ اون کیسه زباله است، نگاه کن. اگه یه موقع شما رو نیش بزنه من کسیم نمیرسه شما رو بغل کنم. برگردیم. درسته به خاطر مرگ مادرم نتونستم درسم رو ادامه بدم، اما بی سواد که نیستم، منم به یه چیزای عقلم میرسه. حتما دخترم، حتما. تو دختر عاقلی هستی. من همین الان داشتم با آقا جان صحبت میکردم، اون حرفاش منطقیه. اون واقعا دستن هاست. برادرت گرفتن اونجا واسه خودشون اونجوری که پدرت میخواست نشده. منم که تا جان توان داشتم که مقال پدرت بودم، حالا دیگه واقعا پیر شدم. بقول قدیمی ها با یه تنگلو میافتن توی خبر. اگه قرار باشه تو هم جان توان داری بری که نمیشه عزیز دل من. بابا میتونه اینجا رو بفروشه بریم پیش آرمان رامین. وقتی نمیتونه اداره کنه برای چی نگه داشته؟ چی میگی شوخا جان؟ بابات برای اینجا کلی زحمت کشیده، در واقع جوانی هاش اینجا گذاشته. من شاهد. اون توی تشکیلات ریشه داره، ریشه های عمیق. از ریشه که نمیشه درش آورد مگر اینکه عرش کنه. فکر میکنی چی میشه؟ میمیره. دایی. دایی نداره. یک کلام السلام، همینه که هست. دایی من چی کار کنم؟ ببین دختر جان، جناب سروان پسر خیلی ظاهر باطن شما میشناسه. فامیلم که هستی، اهل همین جام هست. از همه مهمتر زبان هم دیگر میفهم. چشمم به مال ثروت بابات نداره. یعنی این همه کافی نیست واقعا؟ چرا راهله رو بهش نمیدی؟ دو سالم از من بزرگتره. خب اون با تو علاقه منده. اگر راهله را بخواد که من چشم بسته موافقت میکنم. اون دنبال ثروت بابام. اون هیچ علاقی به مال ثروت پدرت نداره. اونم من میشناسم. هر کی بگه به مال و ثروت علاقی نداره دروغ میگه. آهو میگه همه تو محل میگن هر کس داماد پیرنیا بشه گنج پیدا کرده. من کسی رو میخوام که منو به خاطر خودم بخواد، نه به خاطر ثروت پدرم. اگر من پسر خانم دکتر رو ترجیح میدم به خاطر اینه که اصلا ایران زندگی نمیکنه که بخواد چش به مال و ثروت پدرم داشته باشه. هیچ وقتم نمیخواد برگرده. ما که میگیم انوشو دیدی و میشناسی، تو میگی بینی چنین چنان باشه. پسر خانم دکتره که دیده ها، یه الف بچه بود گذاشته رفته خارج، معلوم نیست اونجا چی کار است، الان کجای دنیا داره دور خودش میچرخه. دختر جان تو جوانی، تا
تو ظاهر رو میبینی. منو بابات کلی سن سال از ما گذشته، این دنیای آدمای توش دیگه میشناسیم. خیر و شر که دیگه میتونیم تشخیص بدیم. من با کسی ازدواج میکنم که بهش علاقه داشته باشم. یعنی چه؟ شوکا؟ بله. سلام شوکو خانم، بامداد هستم. سلام، بفرمایید. حال شما چطوره شوکو خانم؟ خوبم. تشریف دارن آقای پیونیا؟ نه خیر، نیستن. گفته بودن امشب میام پیششون، اما بفرمایید امشب گرفتار شدم نمیتونم بیام. انشالله فردا صبح حتما میام. بفرمایید منزل باشه. بهشون میگم. یادتون نره شوکو خانم. نه خیر، یادم نمیره. خداحافظ. خداحافظ. چرا داد زدی؟ خواب میدیدی ها؟ آره. چه خوابی؟ خواب ناصر. ناصر کیه؟ منی که به خاطرش اشما اینجا میخوای برم برد آب بیارم؟ من نمیخواستم اونجوری بشه، خودش سر به سرم گذاشته، زد زیر عینکم. من فقط هولش دادم، اصلا فکرشم نمی کردم اون بالا سرش بیاد. تا نمی خواستم اونجوری بشه. کیه؟ بفهم. باز اومد. کیه؟ کی میخواستیم باشه؟ سروان بامداد. بابا به خدا اگه رو بهش بدین خونه ما رو میکنه پاسگاه. این حرفا یعنی چی دختر؟ حتما کاری داره آمده. هیچ کاری نداره، هر روز با یه بهانی راشو میکشه میاد اینجا. از این کاراش خوشم نمیاد. اگر این رفت آمده هم نباشه که ما تو این خانه دق میکنیم. بابا به خدا فقط به خاطر اینکه شما رو دوست دارم تحمل میکنم، وگرنه یه کاری میکنم دیگه این طرفو پیداش نشه. هر چیزی اندازه‌ای داره. شوکا میشه بس کنی؟ رفتارت اصلا درست نیست. چرا نیست؟ ببین دخترم، من نگران آینده تو هم. همه فکر ذکرم اینه که اگه بلای سر من بیاد نمیدانم وضعیت شما چطور میشه، کی به داد شما میرسه. یه خورده با من همکاری کن دخترم،
من نمیدانم تو با کی حرف میزنی، حرفاتو میری به کی میزنی، با کی مشورت میکنی، ولی همینقدر بهت بگم این رفتاری که تو میکنی مناسب سن و سال تو نیست. تو دیگه ماشاءالله بزرگ شدی، نمیخوای عقلتو به کار بندازی؟ من کار دارم پدر. واستا، دارم باهات حرف میزنم. باشه بعد. سلام. سلام. زودتر می آمدی صبحانه رو با هم می خوردیم. یه کار مختصری باتون داشتم. بابا میشه برم سوار ماشین هم بشم؟ برو عزیزم برو. سویچ هم بدید دست من، فقط دست. نه دیگه سویچ نه، برو. ظاهراً دو روز پیش شما شاهد یه ماجرایی بودین. گویا دو تا سارق موتور سوار از جلوی شما به طرف جنگل میپیچن و شما هم با تفنگتون اونا رو نشونه میگیرین، درسته؟ خبرها چه زود به شما میرسه؟ بفرمایید. جای شکرش باقیه که شلیک نکردیم. واقعا یه لحظه، فقط یه لحظه یاد شما و پاسکات افتادم و فکر کردم که جواز تفنگ من برای شکار حیوانات وحشیه، نه آدمای وحشی. باور کنید من خیلی خوشحال شدم شما مرتکب اشتباه نشدید، وگرنه الان برای دستگیری شما میومدم. تصور کنید ما اینجا رو محاصره کردیم، شما هم تو خونه یه نفر گروگان گرفتید، مثلا آهو خانومو. منم دارم با بلنگو با شما صحبت میکنم و شما رو با آرامش دعوت میکنم. واقعا اگر پیش بیاد برای دستگیر میکنی؟ بدون شک. یعنی جلو چشم شکا و اشکان به من دستمن میزنی و میبری؟ معلومه. ولی جناب پیرنیا، از طنز و شوخی که بگذریم، شما به آرامش نیاز داریم. به نظر میاد روحتون نارامه. شما آمدین راجب ماجرای پیروز از من سوال کنین یا روح من جرعی کنین؟ معذرت میخوام، قصد بدی نداشتم. شما اون دوزاره میتونین شناسایی کنین؟ نه زیاد دقت نکردم، یعنی خیلی سریع اتفاق افتاد. فکر میکنید من این دوروبرا باشن؟ نمیدانم. اگه اونا رو دوباره ببینین میتونین شناسایی کنین؟ سعی میکنم. چند سالشون بود؟ بچه بودن، 17، 18، 20. ترسیده بودن یا همچین؟ من میگم ظاهرشون یادم نیست، تو از باطنشون میپرسی؟ این سوالاتی که میکنم جدی آقای پیرنیا، ازتون خواهش میکنم دقیق جواب منو بدی. یعنی واقعا داری از من بازجویی میکنی؟ من وظیفه‌مو انجام میدم. من کار دارم، باید برم کارخانه. اشکالی نداره. پس من تو پاسکا منتظر شما میشم. الان 8:30. فعلا خدافظ. انوش. بله جناب پیرنیا. من این وظیفه شناسی تو رو به تبریک میگم. هیچ میدانی تو یه الف بچه بودی، از این اشکانم کوچیکتر، همین جاها بازی میکردی. یاد اون موقع ها افتادم. باور نمی کنم که تو با من اینجوری حرف بزنی. شما حق پدری به گردن من دارین جناب پیرنیا. من همین موقعیت و شغلی رم که دارم مدیون شما. پدرم مخالف بود من برم دانشکده افسری، خاطرتون که هست. شما راضیش کردین، منم تشویق کردیم. جسارتاً عرض کنم متاسفانه بعضی از ما اغلب درباره کار و دوستی و روابط خانوادگی تصور غلطی داریم. من شما رو خیلی دوست دارم، اینو خودتونم میدونید. اما وظیفه‌ام به هم میگه اگه یکی با تفنگ شکاریش مردمو تهدید کنه، تفنگشو بگیرم و تقاضای ابطال جواز شکارشو بکنم. من ساعت 10 تو پاسکو منتظر شما.
از جانب من از اهل خونه معذرت خواهی کنید. خداحافظ شما.